در رابطه همراه میشیم با مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از بن. آقای مهدوی آزاد، خب با کاظم صدیقی شروع بکنیم. ایشون خودش گفته که امضاش جعل شده، بعد گفته ایران اینترنشنال اصلا به دنبال هدف قرار دادن مذهب مردمه. همزمان میبینیم که حوزه علمیه هم گفته اساسنامه این مجموعه تغییر کرده. این تناقض‌گویی ها و توجیهات رو شما چطور تحلیل میکنید؟ بله، آقای کاظم صدیقی گفته که این انتقاداتی که شما میکنید، حرفی که میزنید علمشنگه و شرارت هست. بعدم گفته من و تو و اینترنشنال شما رو اول آورده، یعنی منظور که اصلا تعطیل شده، گفته این دوتا اومدن پشتش. من دیدم یکی از در واقع شاید بهترین واکنش ها واکنشی است که علی مشتری زاده وکیل و حقوقدان نوشته بود که اصلا بحث حقوقی یا سیاسی در مورد این ماجرا وهن حقوقه. این ماجرا فقط شما حرفای صدیقی رو فقط برای کمدین ها راجبش حرف بزنید، کمدین ها راجبش قصه بسازن. دیگه شما حالا با مجموعه اظهار نظر مواجه هستید، حالا دیگه میتونید جمع بزنید. یه زمانی هم آقای صدیقی میگفت که امام زمان گفته که حضرت آقا یعنی خامنه‌ای از مایند، بعدش بعد از مرگ آقای خزعلی گفته بود که امام زمان زیر تابوت خزعلی بود. یعنی همین آقای صدیقی که نمیدونه کی رفته که ملک زده به نامش، امام زمان خبر داشته که زیر تابوت خزعلی بوده. بعد یه زمانی گفته بودش که مصباح یزدی تاریخ دقیق مرگشون میدونست. بعدم که مصباح یزدی مرده بود گفته بود مصباح یزدی موقعی داشتن قصدش میدادن چششو باز کرده و لبخند زده به قصال. یه جای دیگه گفته بود خامنه‌ای به دیدار امام زمان میاد. حالا دیگه شما همه اینا رو میتونید با هم جمع بزنید، یه مجموعه ای از سوء استفاده از اعتقادات مردم و بلاهت محض. یعنی هیچ چیزی جز بلاهت و ساده لوحی و نادانی نمیتونه چنین رویکردی رو توجیه بکنه. مثلا داستان تفت نیست که شما از اول با یک پدیده طولانی مدت مواجه هستید. این فقط مثلا 4200 متر نیست، من بارها گفتم همین 2.5 هکتار زمین بوده، 2.5 هکتار 23000 متر مربع زمین در ازبل که صحبت میشه، این زمین از اوقاف و شهرداری اینا کندن از حدود 20 سال پیش. شما به حرفای خانم اسما ابتکارم گفتید که از همون زمان درختاشو قطع کردن. برای یه زمین خاری چند هزار میلیارد تومان، یه زمین خاری بسیار عظیمی صورت گرفته، توش 4200 متر رو آروم کندن. و بعد یه نگاه عمیق‌تر که می‌ندازیم، ای بابا فقط این نیست. همین چند وقت پیش ماجرای احمد علم الهدا امام جمعه کسی باور نمی‌کردید با موقوفه گوهرشاد منتشر شد. موقوفه گوهرشاد می‌بینید زمین چقدر داشت؟ اینجا اگه 4200 متر 10 میلیون متر مربع زمین داشت. یعنی اصلا شما باور نمی‌شه هزار هکتار زمین بود، 10 میلیون متر مربع زمین و 5700 ملک و مغازه و باغ سند دار بودن. و خب آقای علم الهدا به عنوان در واقع متولی منصوب شده 10% از کل سودای اینا رو ماهانه می‌ریختن به حسابش. شماره حساب هم داده بود، شماره حساب شخصی هم داده بود. بعد من حسابم خبر نداشتم، نمی‌دونستم، به همین سادگی. همه آقای احمد علم آقای حداد عادل خانواجی مدرسه بزرگی درست کردن، مدرسه زنجیره‌ای به نام مدارس فرهنگ، زمیناش از این ور اون ور کندن، چیزاش از این ور اون ور گرفتن، یه امپراتوری مالی. و شما اینو در تمام بخش‌های حکومت می‌بینید. البته اونها حداقل که تحمیقتون نمی‌کنن، احمد علم الهدا حداقل تحمیق نکرد، فقط با خبر نداشتم. این آقای صدیقی شما باید تحمیق رو هم بذارید کنارش رو به روبر تماشاش. شما اشاره کرده به موارد دیگه غیر از صدیقی، از فسادی که در حاکمیت وجود داره. چه وضعی در حکومت وجود داره که باعث میشه افرادی مثل ایشون و افراد دیگه که مثال زدید اینطوری از ثروت عمومی استفاده کنن و همزمان مقام و منصب خودشون هم داشته باشن؟ بله، داستان بسیار پیچیده است. همین امروز یه ویدیویی منتشر شده از مرحوم روح الله حسینی که خب یک روحانی بسیار تندرو بود، فوت کرده. ایشون توی اون ویدیو راجع به آقای کاظم صدیقی صحبت میکنه و توش میگه آره من پرونده های دهه 60 رو احکام اعدامی که همین صدیقی داده، پرونده 60 رو دیدم، خیلی قاطعانه افتاده. یعنی یه جوری صدیقی رو مسخره میکنه. ببین شما یک مجموعه پیچیده میبینید، در یک طرف مجموعه شما بی رحمی میبینید با آقای مردم. بخش بزرگ اینا یا فرمانده نظامی بودن سپاهی که حالا اینجا نیستن، یا روحانیونی که قبلا در واقع احکام اعدام و تیر و اینا میده، شما بیرحمی میده مقابل مردم. بخش دوم شما سوء استفاده از مذهب مردم میبینید، یعنی تحمیق مردم، استفاده از تمام مقدسات، تمام اعتقادات شیعه، از امام زمان شما بگیرید تا نماز، خدا، پیغمبر، کعبه. و بخش سوم شما یک اشتهای سیری ناپذیر برای بلعیدن ثروت کشور میبینید. این دیگه واقعا فساد نیست، میگم غارت منابع ملی. کار به جایی رسید که آقا علی خامنه‌ای اومده بود اعتراض میکرد به کاری نمایندگیش، من میگفت شما دیگه دارید کوخاری میکنید. گفتم یک یازدهم قله دماوند و کوه دماوند رو اداره اوقاف کشته بود به نام ولایت ولی فقیه، کشته بالا و سند به نام خودش زده، چیزی به نام منابع طبیعی هم به رسمیت نمیشناسن. ترکیب اینها زیر یک در واقع چتر ظاهرا انجام میشه که به نام اسلام هست، منتها این نیست، زیر چیز بزرگتری انجام میشه که محور اصلیش ریاکاری است، دروغ، از مهر زدن توی پیشونی شما بگیرید تا
تا اون روحانی که پیدا معلوم میشه که آره راجبه حجاب حرف میزنه، بعد معلوم میشه که اصلا همجنسگراست و مقامات وزارت ارشاد و غیره، عمدتا بسیار بیسواد به سبک معاون وزیر ارشاد که دعای تحویل سال هم بلد نبود بخونه، یعنی حول حالنا الى احسن الحال که هم بچه کوچک هم بلده، میگه حول حالنا الى احسن الحال، بنابراین بسیار بیسواد و بسیار پرادعا. این مجموعه کمپوزیسیون ترکیبی جمهوری اسلامی است، روز به روز ملت رو در وقت فرو میبره و روز رو ادعاهای بزرگتری که ما داریم به قله میرسیم. این ساختار منحصر به فرد، واقعا ساختار بسیار منحصر به فرد در دنیا. ممنونم مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از بن آلمان.